دوستای عزیزم، احتمالا شما آقای نجیب بارورم میشناسین، یک شاعر توانمند ما، یک شاعر جوان از پنشیر افغانستان. نجیب بارور با آمدن طالبا دو سال پیش از افغانستان بیرون شد. پنشیری باشی، شاعر و نویسنده باشی، روشن فکر باشی، معلوم دار خدا به یک حکومت بی‌بندوبار مثل طالب نمیتونی اعتماد کنی. بنان بیرون شد، امریکا نرفت، اروپا نرفت، در کدام جای دیگه نرفت، در یک جای رفت که با عشقی که در سینه خود داشت بتانه یک جای زندگی کنه، و او عشق با کلمات زیبای فارسی بود. نمیخواست که از ساحه یا از ماحول ای لسان دورتر بره، ایران میره. در این روزا جناب بارور در یک مجلس در حضور خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، دعوت میشه که شعر بخونه. البته سه نفر از شاعرای افغان در اوجه شعر خواندن که یکیش آقای بارور بود. شعری را که جناب بارور خواند و بخصوص کلمات را که در اوجه ادا کرد در حضور خامنه‌ای، بسیار سر و صدا ایجاد کرد. شما به می گپای آقای بارور یک گوش کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و احترام داریم خدمت آقا صاحب، رهبر معظم ملت بزرگ ایران. تا ایجا سعی بود رهبر معظم ایران و رهبر همه فارسی زبانان جهان. خب این یکمک سوال برانگیز است، رهبر همه فارسی زبانان جهان، اما کدام گپ بسیار کلانی نیست. من از دورترین نقطه ایران آمدم، از قله های هندوکش و از پنشیر. این قسمت بسیار جنجال برانگیز شد. من از دورترین نقطه ایران آمدم، از قله های هندوکش، از پنشیر. یعنی که پنشیر یک نقطه از ایران در اینجا یادآوری کرد. البته از نقطه نظر تاریخی اینا شاید دلیل داشته باشند بر از ایگه که ایران بزرگ که ما کلگی ما یک جای بودیم میتانه، اما برای امروز ای درست نیست. یعنی اگر ما عوض آقای نجیب بارور در امی جای می بودم، امی گپه نمی زدم. به خاطر برای ما جغرافیای ما جغرافیای ما است، جغرافیای ما جغرافیای ایران نیست، امروز حداقل نیست. اما در عین زمان ای کدام گپ بسیار کلان نزده که مردما بخصوصا مو کسایی که وطن فروختن و زیادتر در یک قار شدن. حالا او مردم، بخصوص او مردم پشتون، به شما میگم همی 50 سال 100 سال آخر همی شما شعارتان چی بود؟ لرو بر یوده، لرو بر یوده. افغانستان دادین به پاکستان. امروز بیرق داریم نداریم؟ حکومت ما حکومت افغانستان نیست، حکومت سرپرست خود وزیر خارجه. خود وزیر خارجه سرپرست میگه، وزیر دفاع سرپرست. ما هیچ حکومت نداریم. عبدالله در پاکستان ششته گم است و ما فکر میکنیم حکومت داریم. افغانستان مرکز تروریسم جهان است که حتی او روز که کسایی که در مسکو و می جنایت کردن از افغانستان رهبری شدن. یعنی ما دیگه مملکت نداریم. سرونمو شعاره که لرو بر یوده، لرو بر یوده، آخرم اونطور شد. حالا از نقطه نظر نجیب بارور لرو بر نمی میشه. برای نجیب بارور لرو بر ایران و تاجکستان و افغانستان میشه. اونمو شعار شماست، اونمو شعار شماست، لرو بر یوده. منتها بر فارسی زبان لرو بر پاکستان و افغانستان نمیشه، تاجکستان و ایران و افغانستان میشه.
اینا رو سعی کنین که یک نفر در ایران همی شعار داد که لره و بر یو ده. شما چقدر قار هستین؟ اگه این نجیب گیر کنین، نجیب بارور رو تکه تکه میکنین. چرا شما این مت کور خود بینای مردم هستین؟ شما فکر میکنین که مردم تاجک و ازبک هزاره ما خر هستیم؟ ما نمیفهمیم که همیال حکومت افغانستان حکومت لنگیسی هاست، حتی از پشتون هم نیسته. پشتون افغانستان هم قدرت نداره. اونمون لنگیسی هایی را که پاکستان آورده به نیابت امریکا و انگلیس در افغانستان با معامل دهشت افغانی پیش میرن. خویی که طالب ها از حکومت غنی که در بیتره در شک نه، چرا در او وقت اینا تمام اعمال تروریستی را می انجام میداد. حالا امو اعمال تروریستی را اینا انجام نمیده چون حکومت خود ازی هستن. اگه نه اونمو وحشی های از امو زمان هستن اینا. ولی به هر حال یعنی ما مردم فارسی زبان در این راضی نیستیم که حتی اون نفر که در روی سرک هم نمایندگی میکنه از حکومت اونو هم یک پشتون دیگه هستن. خب برای پشتون ها شایدی بسیار خوشایند باشه، اما برای ما نیست. اما سر از وام ما مردم هستیم که میخواییم در وطن ما جنگ نباشه، جنگ ترغیب نمیکنیم، میمانیم که همی کسافت ها حداقل یک کار که در افغانستان میتونن بکنن که ببینیم که چی نتیجه میده. اما ای با این مانا نیست که نجیب بارور حق نداره که بگویه که ما از پنجشیر آمدیم دورترین نقطه ایران. میتونه بگویه؟ کدام گپ کلان نیست. افغانستان دیگه چی مانده که این گپ از زده نتانه؟ کی نفروخت افغانستانه؟ کدام ما نفروختیم؟ ازبک نفروخت، تاجک نفروخت، هزاره نفروخت، پشتون نفروخت، کدام ما نفروختیم؟ کجای افغانستان مانده که ما افتخار کنیم که ما وطن داریم؟ کدام مردم در دنیا در سر بال تیاره شیشتن و گریختن از مملکت خدا؟ هزاره نفر در زیر بال تیاره عسکر امریکا میدوید که پیاده اگر شب ماکم بگیرن برن امریکا. کدام مردم از مملکت خدا بیزار هستن؟ همیان 7 میلیون نفر در مابین کابل، در مابین کابل زندانی است که نان نداره. کجای از این زندگی است که شما قدر در این افتخار میکنین که آمدین سر نجیب بارور قدر قار هستین؟ اما طوری که تو لروبر گفتی وطن فروختی، یا مونه یک لروبر میگه برای از این لروبرش ایران هستن که تا افغانستان، برای تو لروبرش پشاور بود که تا افغانستان. تام دادی یا میته؟ این کدام گپ نیست که ما حال از یخن نجیب بارور بگیریم که تو چرا این گپ میزنی؟ یا خب فروختن، تو چرا میفروشی؟ خب وطن فروشی که شروع شده نمی میشه. من خودم شخصا با آقای بارور موافق نیستم. من حتی بیاد دارم که در یکی از برنامه هایم که فکر میکنم بحث از زبان فارسی و دری بود، آقای بارور یک کامنت مانده بود که نشان میداد که با ما موافق نیست، چون ما به یک عقیده هستم که لسان فارسی نام لسان فارسی نیست، جغرافیای لسان است. فارس یک جغرافیا بود، نام لسان ما نیست، نام لسان ما دری است. اینا ایره رد کردن، اتحاد دیگه هم رد میکنن. او خیر است، او کدام مشکل نیست. اما به نظر ما نام از این لسان دری است. در سه مملکت به شکل رسمی صحبت میشه که تاجکستان، افغانستان و ایران است. اما اگر یک کس نام لسان خود فارسی میگه، تاجیکی میگه، دری میگه، هرچی میگه، هیچ فرق نمیکنه. هر سهش عین لسان زیبای ما است. یعنی این کدام مشکل نیست. یعنی آقای بارور منظور می بود که با ما حتی موافق هم نبوده. ما هم با می گپ شما موافق نیستم. اما در این زمان یک کدام گپ کلان نیست که در میدیا که قاری جان محمد در سرش قاره، قاری ایسا در سرش قاره، آقای عبدالی قاره است که میدیا را سعی میکنیم کلم اون نفرهایی که امیال هایی در وطن خودم نیستن، کلش گریخته وطن هم دادن، اونم اونا قاره که تو چطوری پنجشیر ایران میگی؟ اینی یک کم بینصافی است که خودت وطن فروختی. این نفر دیگر را تا حق نمیتی که یک
کلمه گپ بزنم. ولی به هر حال شعری را که اینا در این مجلس خواندن بسیار یک شعر زیبا بود. البته این زیادتر یک شعر سیاسی است. ما فکر نکنم که آقای بارور با همه گپایی که در این شعر گفته خودش هم موافق باشه. اما یکان وقت نظر به این که در کجا هستی گپایی را میزنی که در امو جای بازار داشته باشه. ما فکر نمی کنم که گپایی را که در این شعر آقای بارور گفته حتمی معتقد از او هسته. ولی به هر حال من این شعرشان را بر شما میمانم. به دقت گوش کنین. بسیار زیبا و بسیار پرمفهوم است. آقای نجیب بارور ما به شما کف میزنم. در حالی که با شما موافق نیستم، تفاوت نظر دارم. میخواستم غزلی کوتاه بخوانم، اما چیزی را میخوانم که شایسته شرف حضرت عالی باشه و بیانگر دیدگاه تاجیکانه ما پنچیری ها. گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است، گاه ما را رستم است و گاه ما را حیدر است. هفت خوان قصه تاریخ یاران خیبر است. گاه ضحاک است این باطل زمان همیزید، معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است. گاه ضحاک است این باطل زمان همیزید، معنی لبیک گاهی پرچم آهنگر است. یکی از فرهنگ سرداری امامت یافتی، یکی از فرهنگ سرداری امامت یافتی، خطبه تاریخ ما این روزها از منبر است. مسجد دیروز اگر امروز مسجد گشته است، بانی یکتا پرستی این قدیمی خاور است. از رسالت سنت آزادگی دارد بیاد، در عجم نام علی همسنگ با پیغمبر است. جوهر آزادگی را از حسین آموختیم، کربلا از دیدگاه اهل ایمان سنگر است. آفرین. کوفه و بغداد و بابل عمق این جغرافیا است، زور ذوالقرنین دارد از نشان خنجر است. زابل و بلخ و بخارا و سمرقند و خجند ریشه اجدادی این قوم را راویگر است. وصل می جوید سرودم از نیستانگاه دل، رازهای همزبانی خود زلون دیگر است. هر که نشناسد خدا را خلق گوید کافر است، هر که خود نشناسد از دیگر مرا کافرتر است. ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم، ما سخنگویان دعواهای کوچک نیستیم، تا خیال سربداری های دیگر در سر است. فر ما، فرهنگ ما در بایگانی جهان از قد تاریخ بعضی نوبنا بالاتر است.
شعر ما پرچم به دست آرش حماسه ها، شرح ما در شمس و مولانای عرفان پرور است. موج میکوبد، موج میکوبد از این بحر و نمیتابد ز جا، کشتی عصر تمدن های ما با لنگر است. سینه بو مسلم و راز دل یعقوب لیث، راوی فرهنگ خونین جامگان تا محشر است. از متاع زندگی جز سربلندی یاد نیست، سنت آبایی و شمشیر ما را دربر است. یک صدا می آید از اعماق دل آمین ما، بر مراد این و آن هرگز نگردد دین ما. روشنایی می جهد همواره از آیین ما، خشم دارد همچو شمشیر برهنه کین ما. نعره الله ما بر ضد باطل اکبر است. خوب بود، موضوعش بسیار خوبه، این وحدت ملت‌های فارسی زبان که مورد نظر شماست، این یکی از مهمترین مسائل امروز مجموعه این کشورهاست.